بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امید زندی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران. خوشحال هستیم که با یکی دیگر از آموزش های فرادرس در خدمت شما هستیم. در این آموزش به آموزش مبانی مهندسی برق 2 میپردازیم. این آموزش در ادامه آموزش مبانی مهندسی برق 1 هست که در اون آموزش که قبلا در مجموعه محترم فرادرس هم منتشر شده است به تحلیل مدارات الکتریکی و الکترونیکی پرداختیم، اما در آموزش مبانی مهندسی برق 2 به تحلیل دسته دیگر از ادوات مهندسی برق یعنی ماشین های الکتریکی میپردازیم. مطالبی که خدمت شما ارائه میشه به این صورت هست که در فصل اول به الکترومغناطیس که شالوده تحلیل اغلب ماشین‌های دوار هست و ماشین‌های الکتریکی هست می‌پردازیم. در فصل دوم به مبانی ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم یا موتورها و ژنراتورهای DC می‌پردازیم. به صورت جزئی‌تر در فصل سوم به ژنراتورهای جریان مستقیم یا ژنراتورهای DC، در فصل چهارم به موتورهای جریان مستقیم یا موتورهای DC، در فصل بعدی به ترانسفورماتورها، در فصل بعدی به ماشین‌های الغایی آسنکرون و در فصل آخر هم به ماشین‌های سنکرون می‌پردازیم. پس در فصل اول به الکترومغناطیس می‌پردازیم که فصل خیلی مهمی هست و به عنوان یک پیش نیاز اساسی برای مطالعه فصل‌های بعدی خواهد بود. خب ابتدا به تعریف الکترومغناطیس می‌پردازیم که الکترومغناطیس چی هست. در واقع الکترومغناطیس شاخه‌ای از علم فیزیک هست که به مطالعه پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی و همینطور ارتباط بین اونها می‌پردازد و در اغلب کاربردهای عملی پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی با هم وجود دارند و پدیده‌های الکتریکی ممکنه که منجر به پدیده‌های مغناطیسی و بالعکس بشود و اورستد اولین دانشمندی بود که ارتباط بین الکتریسیته و مغناطیسی رو درک کرد که یک شمای ساده از آزمایش اورستد رو در اینجا مشاهده می‌کنید. اورستد با جایگذاری قطب‌نما در کنار یک هادی که حامل جریان هست متوجه شد که اگر جهت جریان در داخل هادی رو تغییر بدهیم عقربه قطب نما هم منحرف خواهد شد و با مطالعاتی که انجام دادن و همینطور با استفاده از مطالعاتی که دانشمندان بعدی مثل تسلا، گاوس و غیره انجام دادن این رابط رو به صورت ریاضی درآوردن که در ادامه به اونها میپردازیم. خب برای درک چگونگی اثرگذاری مواد مغناطیس بر اجسام اطراف از میدان مغناطیسی استفاده می‌کنیم. اگر یک آهنربای دائمی رو به این صورت در نظر بگیرید و اگر قطب نما رو در جاهای مختلف قرار بدهیم می‌بینید که همواره در مکان‌های مختلف جهت قطب نما به سمت‌های مختلف هست. اینطوری نیست که همواره جهت قطب نما به یک سمت خاص باشه. مثلا در اینجا قطب شمال که همون قطب قرمز رنگ هست به طرف راست و قطب جنوب یا قطب اس به سمت چپ هست، اما در اینجا جهت متفاوت هست، قطب شمال به سمت چپ و قطب جنوب به سمت راست هست. و یا مثلا این نقطه رو در نظر بگیریم، قطب شمال به طرف پایین و قطب جنوب به طرف بالا هست. و یا مثلا این نقطه قطب شمال به طرف بالا و قطب جنوب به سمت پایین هست. همونطور که میدونید دلیل انحراف عقربه قطب نما نیروی مغناطیسی هست که این آهنربا بر روی عقربه قطب نما وارد میکند. پس با توجه به اینکه در مکانهای مختلف جهت عقربه متفاوت هست، پس میتونیم بگیم که در مکانهای مختلف جهت نیرویی که این آهنربا بر اجسام اطراف خودش وارد میکنه متفاوت هست و در حالت کلی جهت نیرو به مکان بستگی داره. اگر ما مثلا یک آزمایش ساده دیگر رو هم انجام بدهیم میتونیم جهت نیرو رو تشخیص بدهیم. فرض کنید که ما دوتا آهنربا به این صورت داریم که این دوتا آهنربا بر روی یک صفحه قرار گرفتهاند و ما براده های آهن رو به صورت یک نواخت بر روی کل سطح میریزیم. مشاهده میکنیم که در مکانهای مختلف تجمع براده های آهن متفاوت هست. در نزدیکی دو سر آهنرباها که به اونها قطب‌های مغناطیسی هم میگوییم تراکم براده‌های آهن خیلی بیشتر هست، یعنی اینکه قدرت میدان مغناطیسی در اون نقاط بیشتر هست و هرچی از قطب‌ها فاصله میگیریم تراکم هم کمتر هست.
پس با این آزمایش تجربی ساده میتونیم بگیم که نیرویی که بر یک براده که در این نقطه قرار گرفته است خیلی کمتر است از زمانی که همون براده مثلا در یکی از قطب‌ها یا این نقطه قرار گرفته باشه. حالا برای این که قدرت میدان مغناطیسی رو در مکانهای مختلف بتونیم به صورت ریاضی توصیف بکنیم از خطوط میدان مغناطیسی استفاده میکنیم. قدرت میدان مغناطیسی در نقاط مختلف فضا توسط خطوط میدان مغناطیسی مشخص می شود. هر جا تراکم خطوط بیشتر بود به این معنی هست که قدرت میدان مغناطیسی در اون نقطه هم بیشتر هست و در اون نقطه براده آهن بیشتری جمع خواهد شد و به هر خط میدان مغناطیسی هم یک ماکسول میگوییم و به اختصار اون رو با ماکس نشون میدهیم. برای یک آهنربای ساده به این صورت که شامل یک قطب N یا قطب شمال و یک قطب S یا قطب جنوب هست خطوط میدان مغناطیسی به این صورت رسم میشود. همونطور که در اسلاید قبل هم به صورت تجربی و آزمایشی بررسی کردیم در دو طرف آهنربا که قطب هستند براده های آهن بیشتری جمع می شوند که این نشون میده که در این نقاط قدرت میدان مغناطیسی بیشتر هست. در نتیجه اگر ما با استفاده از خطوط میدان مغناطیسی بخوایم این رو نشون بدهیم باید در قطب ها خطوط میدان مغناطیسی بیشتری رو رسم بکنیم و هرچی از قطب ها فاصله میگیریم تراکم خطوط هم کمتر میشه که به این معنی هست که قدرت میدان مغناطیسی هم کمتر خواهد شد. یک نکته خیلی مهمی که در رابطه با رسم خطوط میدان مغناطیسی باید رعایت بکنیم اینه که خطوط میدان هیچ وقت همدیگر رو قطع نمی کنند و به صورت قراردادی جهت اون رو به این صورت در نظر میگیریم که از قطب شمال خارج میشه و به قطب جنوب وارد میشه. پس ما اگر دو تا آهنربا رو به این صورت در کنار هم قرار بدهیم خطوط میدان به این صورت است که اولا همدیگر رو هیچ وقت قطع نمی کنند و از N خارج و به S وارد می شوند. پس مثلا این خط رو در نظر بگیرین از N خارج میشه و به S وارد میشه. و دقت بکنین که همواره خطوط میدان بسته هستند. مثلا اینطوری نیست که این خط به سمت بی‌نهایت می رود. بلکه این خط در واقع بیانگر قدرت این آهنربا در فاصله خیلی دور هست. که بعد از اینکه فاصله خیلی دوری رو طی کرد ممکنه که به همین قطب S و یا به قطب S آهنربا دومی برگردن، یعنی بعد از یک فاصله طولانی ممکنه که این نقطه به این نقطه متصل بشه و خطوط میدان از قطب N آهنربای سمت چپ به قطب S آهنربای سمت راست بسته بشود. خب حالا در اینجا میبینیم که از قطب N در آهنربای سمت راست به قطب S در آهنربای سمت چپ خطوط میدان زیادی وجود داره و تراکم در این نقطه بیشتر هست که این نشون میده که در واقع نیروی جاذبه‌ای در این ناحیه وجود دارد که ما هممون میدونیم که اگر دو تا آهنربا رو به نفعی به همدیگر نزدیک بکنیم که قطب‌های غیر همنام اونها در کنار هم قرار بگیره در این صورت یک نیروی جاذبه شدیدی ایجاد میشه و باعث حرکت دو تا آهنربا به سمت همدیگر میشود. اما اگر قطب‌های غیر همنام در کنار هم قرار بگیرن نیروی دافعه ایجاد می شود. پس هر جا از قطب N یک آهنربا به قطب S یک آهنربای دیگه خطوط نیرو وجود داشتند در این صورت نیروی جاذبه ایجاد خواهد شد. مطلب بعدی فوران یا شار مغناطیسی هست. تعداد خطوط نیروی میدان مغناطیسی که از یک سطح عبور می کند رو فوران مغناطیسی یا شار مغناطیسی اون سطح می گوییم و اون رو با فی مشخص می کنیم. واحد شار مغناطیسی ولت در ثانیه هست که به اختصار به اون وبر میگوییم و یک وبر معادل 10^8 خط نیروی مغناطیسی یا ماکسول هست. پس یک ولت در ثانیه که معادل یک وبر هست معادل 10^8 ماکسول و یا 10^8 خط نیروی مغناطیسی هست. اگر فرض بکنیم که میدان مغناطیسی به این صورت در فضا وجود داشته باشه در این صورت مثلا یک سطح به این صورت اگر ما در نظر بگیریم یک سطح که مساحت اون برابر با A هست تعداد خطوط نیرویی که از داخل این سطح عبور می کند رو همون فوران مغناطیسی یا شار مغناطیسی می گوییم. خب بیایم به یک مثال بپردازیم. فرض کنید که شار مغناطیسی یک آهنربا برابر با 2.5 میلی وبر باشه. شار این آهنربا چند ماکسول هست؟ خب فی برابر هست با 2.5 میلی وبر هست. خب که این برابر هست با 2.5 ضرب داره. باید این رو تبدیل به واحد وبر بکنیم. میدونیم که یک وبر معادل 10^3 میلی وبر هست. خب واحد 2.5 هم در واقع میلی
وبر هست. خب این ضرب رو انجام بدهیم، 2.5 تقسیم بر 10 به توان 3 میشه که معادل میشه با 25 ضرب در 10 به توان منهای 4. خب میلی وبر هم با این میلی وبر هست میشه و در صورت فقط وبر میمونه. پس 4 برابر هست با 25 ضرب در 10 به توان منهای 4 وبر. حالا میخواهیم تعداد خطوط نیروی مغناطیسی رو محاسبه بکنیم که این تعداد رو مثلا با n نمایش میدهیم. خب برابر میشه با 25 ضرب در 10 به توان منهای 4 وبر ضرب در. ما طبق رابطی که در سایت قبل بیان کردیم، هر 10 به توان 8 ماکسول برابر با 1 وبر هست. خب در چه ضرب رو انجام میدهیم؟ این وبر با این وبر ساده میشه. 25 ضرب در 10 به توان منهای 4 ضرب در 10 به توان 8 هم معادل 25 ضرب در 10 به توان مثبت 4 ماکسول هست. پس در واقع شاری که از آهن ربا عبور می کند 25 ضرب در 10 به توان 4 ماکسول هست. خب حالا به چگالی شار مغناطیسی می پردازیم. دو تا آهن ربا به این صورت رو در نظر بگیرید که ابعاد فیزیکی این دو تا آهن ربا یکسان هست، اما قدرت میدان مغناطیسی اونها متفاوت هست. در نتیجه در اینجا میبینیم که در شکل الف تعداد خطوط نیروی کمتری نسبت به شکل ب از قطبها و همینطور در فضا وجود دارد. پس میتونیم بگیم که چون در شکل ب تعداد خطوط نیرو بیشتر هست، پس قدرت مغناطیسی آهنربای ب بیشتر از آهنربای الف هست. برای اینکه به صورت ریاضی این مطلب رو نشون بدهیم، از پارامتری به اسم چگالی شار مغناطیسی استفاده میکنیم. برای مقایسه قدرت میدان مغناطیسی مواد مختلف، کمیتی به اسم چگالی شار مغناطیسی تعریف میشه و اون رو با B نمایش میدهیم. همونطور که در واقع از روی تعریف هم میتونیم بگیم، چگالی شار مغناطیسی بیانگر یک کمیتی به صورت چگالی هست، یعنی تعداد خطوط نیرو تقسیم بر واحد سطح که همون چگالی شار مغناطیسی هست و به این صورت تعریف می شود. B برابر هست با فی تقسیم بر A. در این رابطه فی فوران مغناطیسی یا شار مغناطیسی بر حسب وبر هست. A مساحت مقطعی هست که شار مغناطیسی از اون عبور می کند و واحد اون هم متر مربع هست و B هم چگالی فوران مغناطیسی یا چگالی شار مغناطیسی هست و واحد اون هم وبر بر متر مربع هست. که البته به اختصار وبر بر متر مربع رو تسلا می نامند. در کاربردهای عمومی اغلب برای واحد چگالی شار مغناطیسی از واحد تسلا استفاده می شود. اما تسلا یک واحد خیلی بزرگی هست. قدرت یک میدان مغناطیسی با چگالی یک تسلا خیلی بزرگ هست. در نتیجه در کاربردهای عملی که قدرت میدان مغناطیسی کم هست، از واحد دیگری به اسم گاوس استفاده می شود که یک تسلا معادل 10 به توان 4 گاوس است. خب بیایم به یک مثال بپردازیم. آهنربایی با شار مغناطیسی 0.02 میلی وبر مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. چگالی شار مغناطیسی در سطح A رو با واحدهای تسلا و گاوس محاسبه بکنید. A برابر هست با 10 میلی متر و B هم برابر هست با 20 میلی متر. خب ما ابتدا این A رو بر حسب متر می نویسیم، چون A که سطح مقطع هست باید بر حسب متر مربع باشه. در نتیجه با توجه به اینکه A برابر هست با A کوچیک ضرب در B کوچیک هست، برای اینکه این A بر حسب متر مربع به دست بیاید، باید A و B بر حسب متر باشه. خب واضحه که 10 میلی متر معادل 0.01 متر هست و همینطور 20 میلی متر هم معادل 0.02 متر هست. در نتیجه سطح مقطع برابر هست با A ضرب در B، یعنی 0.01 که معادل هست با 10 به توان منهای 2 ضرب در 0.02 که اون هم معادل 2 ضرب در 10 به توان منهای 2 هست. در نتیجه A برابر میشه با 2 ضرب در 10 به توان منهای 4 متر مربع. خب مساحت رو به دست آوردیم. طبق داده مسئله فی برابر هست با 0.02 میلی وبر. خب که این معادل میشه با 0.02 خودش معادل هست با 2 ضرب در 10 به توان منهای 2 و برای اینکه این رو بر حسب وبر بنویسیم، در 10 به توان منهای 3 هم باید ضرب بکنیم. در نتیجه فی برابر میشه با 2 ضرب در 10 به توان منهای 5 وبر. خب حالا میتونیم میدان مغناطیسی رو به دست بیاریم که برابر هست با نسبت فی به A. فی برابر هست با 2 ضرب در 10 به توان منهای 5 و A هم برابر شده با 2 ضرب در 10 به توان منهای 4. خب این دو با این دو
حذف میشه، 10 بتان منهای 5 تقسیم بر 10 بتان منهای 4 هم معادل 10 بتان منهای 1 یا 1/10 تسلا هست. پس میدان مغناطیسی یا چگالی شار مغناطیسی برابر با 1/10 تسلا هست که بر حسب گاوس بخوایم بنویسیم باید 1/10 تسلا رو در 10^4 گاوس تقسیم بر 1 تسلا ضرب بکنیم که این ضرب رو هم انجام بدهیم 1/10 ضرب در 10^4 معادل 1000 هست. پس میدان مغناطیسی برابر با 1000 گاوس و یا 1/10 تسلا هست. حال به میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان میپردازیم. ما به دو روش میتونیم میدان مغناطیسی رو تولید بکنیم. یک روشش استفاده از یک آهنربا هست یا آهنربای مغناطیس دائم که در طبیعت وجود داره و یا ممکنه که به صورت صنعتی تولید بشه، و یک روش دیگه هم عبور دادن جریان الکتریکی از یک سیم هست که طبق آزمایشایی که اوورستد انجام داد، عبور جریان الکتریکی از سیم حامل جریان باعث تولید میدان مغناطیسی می شود و جهت میدان مغناطیسی هم به جهت جریان بستگی داره. پس ما به عنوان یک جایگزینی دیگر برای یک میدان مغناطیس دائم به این صورت میتونیم از سیم حامل جریان استفاده بکنیم. مثلا یک سیم رو به این صورت به حالت سیم پیچ در بیاریم که به اصطلاح به این ساختار سولنوئید هم گفته میشود. ما میتونیم میدان مغناطیسی مشابه با یک آهنربای مغناطیس دائم تولید بکنیم که حال در ادامه به صورت جزئی‌تر هم به این ساختار میپردازیم. همونطور که گفتیم اوورستد آزمایش خیلی جالبی رو انجام داد که نشون بده در اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی وجود دارد. اوورستد به این صورت آزمایش رو انجام داد که یک سیم طویل به این صورت رو که حامل جریان آی هست رو از داخل یک صفحه کاغذی به این صورت عبور داد. جریان آی به سمت پایین هست و یک مقدار دی سی هست. این صفحه کاغذی هست. بر روی صفحه کاغذی براده‌های آهن رو به صورت یک نواخت در ابتدا پخش کرد. اما طبیعتاً با توجه به میدان مغناطیسی که وجود داره، ترکیب براده‌های آهن بر روی صفحه از حالت یک نواخت خارج میشه و به این صورت که در شکل مشاهده می‌کنید تغییر پیدا کرد. هرچه به سیم حامل جریان نزدیک می‌شویم، تراکم براده‌های آهن بیشتر هست و هرچه به صورت مستقیم فاصله می‌گیریم، تراکم هم کمتر هست. مثلا در اینجا تراکم خیلی زیاد هست، اما در اینجا تراکم کم هست. پس می‌تونیم بگیم که هرچه به سیم نزدیک‌تر می‌شیم، میدان مغناطیسی داره قدرت بیشتری هست. و نکته جالب هم اینه که در دو جهت مختلف، مثلا در این جهت و در این جهت، و به فاصله یکسان R از میله دقت بکنیم، ببینیم که چگالی براده های آهن یک نواخت هست که این نشون میده که میدان مغناطیسی در فاصله مستقیم یکسان از سیم حامل جریان داره قدرت یکسانی هست. که از یک دید دیگه هم میتونیم به آزمایش اوورستد به این صورت نگاه بکنیم. در دو فاصله R1 و فاصله R2 چگالی خطوط میدان مغناطیسی رو در این شکل و این شکل مشاهده می‌کنید. همونطور که مشاهده می‌کنید، هرچه از محور سیم حامل جریان فاصله می‌گیریم، تراکم خطوط نیرو کمتر میشه. حال ما برای به دست آوردن جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان دو تا کار رو میتونیم انجام بدهیم. دقیقا مثل آزمایش اوورستد میتونیم از قطب نما استفاده بکنیم. قطب نما رو در جاهای مختلف در اطراف سیم حامل جریان قرار بدهیم تا به این ترتیب جهت میدان مغناطیسی رو استخراج بکنیم که شکل اون رو هم در اینجا مشاهده میکنید. در نقاط مختلف آهنرباها رو قرار بدهیم، میبینیم که خطوط میدان مغناطیسی به صورت دایره‌های بسته با مرکز خود سیم حامل جریان هست. اما یک روش معروف دیگه که در کاربردهای تئوری اغلب از اون روش استفاده می‌کنند، قاعده دست راست هست که به این صورت هست که اگر ما 4 تا انگشت دست رو به نفی حلقه بکنیم که انگشت شست در جهت جریان قرار بگیرد، در این صورت جهت 4 تا انگشت دست در واقع همون جهت خطوط میدان مغناطیسی رو نشون میدهد. حال بعد از اینکه اوورستد نشون داد که سیم حامل جریان باعث تولید میدان مغناطیسی می شود، دانشمندان بعدی یعنی آمپر و ماکسول بر روی تحقیقات اوورستد تمرکز کردند و ثابت کردند که چگالی فواران مغناطیسی یا چگالی شار مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان با شدت جریان الکتریکی هادی نسبت مستقیم داره و با فاصله از هادی
نسبت عکس دارد و با تحقیقاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدند. B برابر هست با K ضرب در I تقسیم بر R. این I همون جریان الکتریکی هست که از سیم عبور می کند و واحد اون آمپر هست. R فاصله مستقیم از سیم حامل جریان هست و واحد اون آمپر هست. و K ضریبی هست که به محیط اطراف هادی بستگی دارد و برای هوا مقدار اون برابر هست با 2 ضرب در 10 به توان منهای 7 و واحد اون هم وبر بر آمپر متر هست. که در ادامه بیشتر به واحد K و جزئیات مربوط به اون می‌پردازیم. و B هم چگالی فوران میدان مغناطیسی هست و واحد اون هم وبر بر متر مربع هست. پس طبق این رابطه B متناسب با I هست اما متناسب با معکوس فاصله از سیم هست. هرچه جریان بیشتر باشه چگالی اشاره مغناطیسی هم بیشتر هست و هرچه فاصله از سیم حامل جریان هم کمتر بشه باز هم چگالی اشاره مغناطیسی بیشتر خواهد شد. خب بیایم به مثال بپردازیم. فرض کنید که از یک سیم جریان 10 آمپر عبور می کند. می خواهیم چگالی اشاره مغناطیسی رو در فاصله 1 سانتی متری به دست بیاریم. یعنی R برابر هست با 1 سانتی متر که 1 سانتی متر در واقع معادل 10 به توان منهای 2 متر هست. I هم برابر با 10 آمپر هست. در نتیجه طبق رابطه که بیان کردیم B برابر هست با K ضرب در I تقسیم بر R هست. و K گفتیم که برابر هست با 2 ضرب در 10 به توان منهای 7 هست. I هم برابر با 10 هست و R هم برابر با 10 به توان منهای 2 هست. خب حاصل این عبارت برابر میشه با 2 ضرب در 10 به توان منهای 4 که واحد B هم تسلا هست. یا میتونیم بر حسب گاوس بیان بکنیم. B برابر هست با 2 ضرب در 10 به توان منهای 4 تسلا ضرب در 10 به توان 4 گاوس که برابر با 2 گاوس خواهد شد. پس چگالی اشاره مغناطیسی برابر میشه با 2 گاوس. خب حالا به میدان مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان میپردازیم. ما با استفاده از یک سیم حامل جریان به این صورت میتونیم یک میدان مغناطیسی رو به این صورت تولید بکنیم که در فاصله 1 سانتی متری اون قدرت میدان مغناطیسی 2 گاوس است که برای کاربردهای عملی این میدان کوچیک هست و ما به میدانهای خیلی بزرگتر نیاز داریم. مثلا ممکنه که ما به میدان 100 گاوس نیاز داشته باشیم. خب حال اگر بخوایم از همین ساختار استفاده بکنیم و میدان 100 گاوس رو تولید بکنیم با توجه به اینکه به ازای جریان 10 آمپر میدان 2 گاوس میشه، برای اینکه میدان 100 گاوس بشه باید جریان 50 آمپر بشه، چون B گفتیم که متناسب با جریان هست. خب در نتیجه اگر بخوایم B 100 گاوس بشه باید I رو 50 برابر بکنیم، یعنی جریان در حالت دوم برابر میشه با 50 ضرب در 10 که معادل 500 آمپر هست که 500 آمپر جریان خیلی زیادی هست و عملا نمیتونیم اون رو تولید بکنیم. چاره چیه؟ میتونیم از سیم پیچ استفاده بکنیم. برای متمرکز کردن و قوی کردن میدان هادی حامل جریان میتونیم اون رو به شکل سیم پیچ و یا سولنوئید در بیاریم. یعنی به این صورت به جای اینکه از یک هادی صاف به این صورت که حامل جریان I هست استفاده بکنیم، این هادی رو میاییم به این صورت به صورت یک سیم پیچ در میاریم که دارای تعداد مشخصی دور هست و ما با طراحی مناسبی که در عمل انجام میشه میتونیم کاری بکنیم که میدان مغناطیسی در داخل سیم پیچ یک نواخت بشه که در اینجا مشاهده میکنید که مثلا در این قسمت تا این قسمت همواره جهت خطوط میدان مغناطیسی ثابت و یک نواخت هست، یعنی در اینجا چگالی اشاره مغناطیسی ثابت هست و جهت اون هم ثابت هست. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم تا چگالی اشاره مغناطیسی رو افزایش بدهیم اینه که از یک هسته فرومغناطیس استفاده بکنیم. در اینجا هسته هوا هست، یعنی بین سیم پیچ ها هوا وجود داره، اما اگر بیایم از یک هسته فرومغناطیس مثل فولاد استفاده بکنیم باز هم منجر به افزایش قدرت میدان مغناطیسی میشود. مثلا در اینجا از یک هسته تیوب شکل به این صورت استفاده شده است و همینطور یک سیم حامل جریان هم به شکل سولنوئید بر روی هسته قرار گرفته است. همینطور باز هم با استفاده از قاعده دست راست ما میتونیم جهت میدان مغناطیسی رو به دست بیاریم. به چه صورت؟ چارت انگشت دست راست رو بر روی سولنوئید قرار میدهیم و جهت اون رو هم جهت با جریان در نظر میگیریم. خب در اینجا میبینیم که جریان
همواره به سمت بالا هست. پس 4 تا انگشت دست راست رو به نفی بر روی هسته قرار میدهیم که جهت 4 تا انگشت به سمت جریان باشه. در این صورت انگشت شست جهت میدان مغناطیسی رو نشون میدهد. و بعد از اینکه جهت میدان مغناطیسی رو مشخص کردیم، قطب‌ها هم به راحتی مشخص می‌شود. چون خطوط میدان مغناطیسی به سمت چپ هست، یعنی به این سمت هست و از طرفی با توجه به اینکه خطوط میدان مغناطیسی از قطب N یا قطب شمال خارج و به قطب S یا قطب جنوب وارد می‌شوند، پس این طرف همون قطب N هست و این طرف هم که خطوط میدان وارد می‌شوند همون قطب S هست. پس ما با استفاده از قاعده دست راست میتونیم جهت میدان مغناطیسی رو تشخیص بدهیم و با استفاده از قرارداد مربوط به N و S میتونیم محل قطب‌های مغناطیسی رو هم تشخیص بدهیم. حالا قبل از اینکه به مطلب بعدی بپردازیم، یک دلیل ساده ای که میتونیم بیاریم برای اینکه قدرت میدان مغناطیسی در داخل سولنوئید یا سیم پیچ بیشتر هست به این صورت هست. مثلا دو تا حلقه به این صورت رو در نظر بگیریم، یا ابتدا فقط یک هادی به این صورت رو در نظر بگیریم که حامل جریان آی هست. در این صورت ما با استفاده از قاعده دست راست به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم که میدان مغناطیسی به این صورت هست. میدان مغناطیسی در اطراف سیم به این صورت هست. اما اگر اون رو به شکل یک سیم پیچ با دو حلقه تبدیل بکنیم به این صورت خواهد بود. و همون جریان آی رو از سیم پیچ هم عبور میدهیم. خب طبیعتاً در اینجا جریان به سمت بالا هست و در اینجا هم باز هم جریان به سمت بالا هست. در واقع این شاخه شاخه پشتی هست و جریان اون به سمت پایین هست و این هم باز هم شاخه پشتی هست و جریان اون به سمت پایین هست. در نتیجه اگر بیایم از قاعده دست راست استفاده بکنیم، یه بار میایم جهت جریان رو برای جریان این شاخه به دست میاریم که باز هم به این صورت خواهد بود. و دفعه بعدی میاییم برای این شاخه به دست میاریم که باسم طبق قاعده دست راست به این صورت خواهد بود. این خطوطی که رسم کردم برای داخل سیم پیچ هست. حالا همونطور که مشاهده میکنید، میدان این شاخه و میدان این شاخه هر دوتا همجهت هستن. هر دوتا به سمت چپ هستن. در نتیجه میدان کلی برایند این دوتا خواهد بود که باسم با قدرت بیشتری به سمت چپ خواهد بود. حالا طبیعتاً اگر ما تعداد حلقه های بیشتری رو در نظر بگیریم، در نتیجه میدان های بیشتری به سمت چپ ایجاد خواهند شد که همه اونها با هم جمع خواهند شد و باعث میشه که میدان مغناطیسی در داخل این سیم پیچ نسبت به حالتی که ما فقط یک سیم حامل جریان داریم قدرت بیشتری داشته باشد. خب حال به نیرو محرکه مغناطیسی سیم پیچ حامل جریان میپردازیم. همونطور که نشون دادیم، اگر ما یک سیم رو به صورت سیم پیچ در بیاریم، میدان مغناطیسی ناشی از حلقه های مختلف با هم همجهت خواهند بود و باعث تولید یک میدان مغناطیسی بزرگتر خواهد شد. به برایند کل جریان های تولید کننده میدان مغناطیسی در سیم پیچ نیرو محرکه مغناطیسی میگوییم. مثلا یک سیم پیچ رو به این صورت در نظر بگیریم، چه جریانی باعث تولید میدان مغناطیسی داخل سیم پیچ میشه؟ یکی جریان این شاخه هست. اگر فرض بکنیم که جریان آی از سیم پیچ وارد و به این صورت از سیم پیچ خارج بشه، در این صورت جریان این حلقه، جریان این حلقه، جریان این حلقه، جریان این حلقه، جریان این حلقه باعث در واقع تولید میدان مغناطیسی در داخل سیم پیچ میشود. پس طبیعتاً هرچه تعداد حلقه ها بیشتر باشه، قدرت میدان مغناطیسی هم بیشتر هست. و در کل میتونیم بگیم که تعداد منابع جریانی که باعث تولید میدان مغناطیسی میشوند برابر هست با N ضرب در I و حاصل ضرب N ضرب در I رو با تتا نشون میدهیم و همون نیرو محرکه مغناطیسی سیم پیچ هست. در واقع نیرو محرکه مغناطیسی مشابه نیرو محرکه الکتریکی هست که مثلا در یک مدار الکتریکی نیرو محرکه الکتریکی یا یک باتری منجر به ایجاد جریان الکتریکی میشود. ما در اینجا میتونیم جریان الکتریکی رو مشابه با شار مغناطیسی در نظر بگیریم. پس نیرو محرکه مغناطیسی عامل ایجاد شار الکترومغناطیسی و یا چگالی شار مغناطیسی هست. در این رابطه تتا نیرو محرکه مغناطیسی هست و واحد اون آمپر دور هست و با AT اون رو نمایش میدهیم. N تعداد حلقه‌های سیم پیچ بر حسب دور هست و I هم شدت جریان بر حسب آمپر هست. پس در یک سیم پیچ هرچه نیرو محرکه مغناطیسی بیشتر باشه، در این صورت قدرت میدان مغناطیسی هم بیشتر هست. در واقع ما منظورمون از قدرت میدان مغناطیسی همون چگالی شار مغناطیسی هست. خب حالا به شدت میدان مغناطیسی میپردازیم. اگر ما
یک هسته تیوب شکل به این صورت رو در نظر بگیریم که هسته از جنس فرومغناطیس هست و یک سیمپیچ رو به این صورت بر روی این هسته قرار میدهیم و سیمپیچ داره یه جریان آی هست و همینطور ان تا دور داره. در این صورت یک میدان مغناطیسی خیلی قوی در داخل این سیمپیچ ایجاد میشود. یک میدان مغناطیسی که با استفاده از قاعده دست راست جهت اون به این صورت خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه این هسته از جنس فرومغناطیس هست و فرومغناطیس خطوط میدان الکتریکی رو به راحتی از خودشون عبور میدهند، در نتیجه این شار مغناطیسی که در اینجا ایجاد شده است مسیر خودش رو کلن در داخل این هسته فرومغناطیس میبندد. پس شار مغناطیسی داخل یک هسته از تمام نقاط آن عبور میکند و همدیگر رو قطع نمیکنند و تمام طول هسته رو طی میکنند. خب در اینجا پارامتری به اسم شدت میدان مغناطیسی تعریف میشه که برابر هست با نسبت نیرو محرکه مغناطیسی سیمپیچ به طول متوسط هسته هست، یا در واقع نسبت نیرو محرکه مغناطیسی به طول متوسطی هست که شار در داخل هسته طی می کند. خب مثلا اگر یک خط میدان مغناطیسی بر روی محیط داخلی هسته رو در نظر بگیریم، در این صورت مسیری که این خط طی می کند به این صورت است که این در واقع کمترین فاصله ای میشه که خطوط مغناطیسی طی میکنند. اما اگر این خط رو بر روی سطح خارجی در نظر بگیریم، مسیری که طی میکنه به این صورت هست که در واقع این بیشترین فاصله ای هست که طی میکنه. متوسط بین کمترین و بیشترین همون طول متوسط خواهد بود و نسبت نیرو محرکه به طول متوسط رو شدت میدان مغناطیسی میگوییم و با H اون رو نمایش میدهیم. شدت میدان مغناطیسی در واقع معیاری برای اثر جریان الکتریکی برای تولید میدان مغناطیسی هست. یعنی ما با استفاده از این پارامتر توانایی یک جریان الکتریکی برای تولید یک میدان مغناطیسی در داخل یک هسته رو میتونیم بررسی بکنیم. همونطور که گفتیم شدت میدان مغناطیسی یا H برابر هست با نسبت نیرو محرکه مغناطیسی به طول متوسط یا تتا تقسیم بر LC، یا از طرفی خود تتا هم برابر هست با N ضرب در I. پس H برابر میشه با N I تقسیم بر LC که H در اینجا شدت میدان مغناطیسی هست و واحد اون آمپر دور بر متر هست، N تعداد حلقه های سیمپیچ هست و LC هم طول متوسط هسته هست و واحد اون هم متر هست. خب بیایم یک مثال بپردازیم. میخواهیم در این ساختار شدت میدان مغناطیسی سیمپیچ رو محاسبه بکنیم. ابتدا نیرو محرکه مغناطیسی رو به دست میاریم که برابر هست با حاصل ضرب تعداد دورها و جریان. خب N برابر هست با 1000 و I هم برابر با 2 هست. پس تتا برابر میشه با 2000 آمپر دور هست. خب نیرو محرکه مغناطیسی برابر هست با 2000 آمپر دور. حال LC یا طول متوسط رو محاسبه می‌کنیم. گفتیم که اگر خطوط شار بر روی این مسیر عبور بکند کمترین فاصله و بر روی این مسیر بیشترین فاصله رو طی می‌کند. پس میانگین این دوتا مسیر همون طول متوسط خواهد شد. بر روی محیط داخلی طول برابر میشه با 2πr1 و بر روی محیط خارجی هم برابر میشه با 2πr2 و میانگین این دوتا همون طول متوسط هست که برابر میشه با پی ضرب در r1 به علاوه r2. خب LC برابر میشه با پی ضرب در r1 به علاوه r2 هم معادل 10 به علاوه 12 معادل 22 سانتی متر هست، یا معادل 22 پی تقسیم بر 100 متر هست. LC داره واحد متر هست. خب حال H برابر هست با تتا تقسیم بر LC. تتا برابر با 2000 هست و LC هم برابر با 22 پی تقسیم بر 100 هست. خب این عبارت رو باید ساده بکنیم. برابر میشه با 10 به توان 5 تقسیم بر 11 پی و واحد اون هم آمپر دور بر متر هست. خب این عبارت رو میتونیم ساده تر بکنیم. 10 به توان 5 معادل 100000 هست. یه بار تقسیم بر 11 میکنیم و یه بار تقسیم بر پی که پی برابر با 3.14 هست. پس H برابر میشه با 2895. H برابر میشه با 2895.19 آمپر دور بر متر هست. حال در ادامه به ضریب نفوذ مغناطیسی میپردازیم.
در مبانی مهندسی برق ما به المان مقاومت الکتریکی پرداختیم، گفتیم که المانی هست که با عبور جریان الکتریکی مخالفت می کند. هرچه یک المانی داره مقاومت الکتریکی کمتری باشه، این یعنی اینکه اون المان میتونه جریان الکتریکی رو به راحتی از خودش عبور بدهد و هرچه مقاومت بیشتر باشه، یعنی که برای عبور دادن یک جریان الکتریکی بزرگ ما به یک نیرو محرکه الکتریکی بیشتری نیاز داریم. به صورت مشابه با اون، ما در اینجا برای اینکه میزان مقاومت مواد مختلف در برابر عبور خطوط میدان مغناطیسی رو بسنجیم، از پارامتری به اسم ضریب نفوذ مغناطیسی استفاده می‌کنیم. برای مقایسه مواد مختلف از نظر عبور خطوط میدان مغناطیسی از آنها، ضریب نفوذ مغناطیسی تعریف می‌شود. در اینجا هرچه ضریب نفوذ مغناطیسی بیشتر باشه، این یعنی که خطوط نیروی مغناطیسی به راحتی میتونن از داخل اون ماده عبور بکنند. ضریب نفوذ مغناطیسی در واقع به نسبت چگالی شار مغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی هست و با میو اون رو نمایش میدهند. میو برابر هست با بی تقسیم بر اچ و واحد اون هم وبر بر آمپردور در متر هست. همونطور که گفتیم، ضریب نفوذ مغناطیسی میو در واقع معیاری هست که میزان گذردهی هسته را در مقابل خطوط نیروی مغناطیسی نشان میدهند. هرچه ضریب نفوذ هسته بیشتر باشه، این به این معنی هست، در واقع طبق اون رابطه‌ای که بیان کردیم، میو برابر هست با بی تقسیم بر اچ، یا به این صورت هم میتونیم بگیم بی برابر هست با میو ضرب در اچ. خب طبق این رابطه، هرچه ضریب نفوذ هسته بیشتر باشه، آنگاه یک شدت میدان مغناطیسی اچ منجر به چگالی شار مغناطیسی قویتری در هسته می شود. خب ما گفتیم که اچ برابر هست با نیرو محرکه مغناطیسی تقسیم بر طول موثر، یا برابر هست با ان ضرب در آی تقسیم بر ال سی. خب ممکنه که در کاربردهای عملی ان آی و ال سی داره یک مقدار ثابت باشن و ما بخوایم با این پارامترهای ثابت، یعنی ان آی و ال سی ثابت، یک میدان مغناطیسی قوی رو ایجاد بکنیم. در این صورت ما باید از یک ماده استفاده بکنیم که میو اون بزرگ هست. مثلا این سیمپیچ رو در اینجا در نظر بگیرید که هسته اون هوا هست. در این صورت با بررسی هایی که انجام میشه، میدان مغناطیسی یا بی برابر میشه با میو صفر ان ضرب در آی هست. این میو صفر در واقع همون ضریب گذردهی مغناطیسی هوا هست. هوا یا خلا میتونیم دقیق‌تر در نظر بگیریم. اما اگر به این صورت یک هسته فرومغناطیس مثل فولاد الکتریکی رو در داخل سیم پیچ قرار بدهیم، در این صورت میدان برابر میشه با K میو صفر ان ضرب در آی. میبینید که نسبت به حالت هسته هوا یک ضریب کی در اینجا ایجاد شده است که این ضریب کی بستگی به جنس این هسته داره. اگر هسته را از جنس فرومغناطیس در نظر بگیریم، کی مقدار خیلی بزرگی هست، بزرگتر از 2000 هست. پس ما اگر اچ رو ثابت در نظر بگیریم، فقط کافیه که از یک هسته فرومغناطیس استفاده بکنیم تا میدان مغناطیسی داخل سیم پیچ رو خیلی تقویت بکنیم. و به نسبت ضریب نفوذ هسته به ضریب نفوذ مغناطیسی هوا یا خلا، ضریب نفوذ نسبی میگوییم. حال در اسلایدهای بعدی به صورت دقیق‌تر به این مطالب هم میپردازیم. خب بیایم به یک مثال بپردازیم. چگالی شار مغناطیسی در هسته فولادی به طول متوسط 20 سانتی متر که روی آن 1000 دور سیم حامل جریان 10 میلی آمپر قرار دارد، برابر با 5000 گاوس هست و می‌خواهیم ضریب نفوذ مغناطیسی هسته رو به دست بیاریم. خب طبق داده‌های مسئله، LC برابر با 20 سانتی متر است که در واقع معادل 0.2 متر هست. خب n برابر با 1000 دور هست و همینطور جریان هم برابر با 10 میلی آمپر هست که 10 میلی آمپر معادل 0.01 آمپر هست. خب چگالی شار مغناطیسی یا B هم برابر با 5000 گاوس هست که باید بر حسب تسلا اون رو بیان بکنیم. 5000 گاوس معادل هست با 5000 ضرب در 10 به توان منهای 4 تسلا هست، چون 1 گاوس معادل 10 به توان منهای 4 تسلا هست. در نتیجه بی برابر میشه با، این عبارت رو ساده بکنیم، برابر میشه با نیم تسلا. چگالی شار مغناطیسی برابر با نیم تسلا هست.
خب B رو به دست آوردیم، حالا باید H رو هم به دست بیاریم. H برابر هست با N ضرب در I تقسیم بر L C هست. N برابر با 1000 هست، I برابر با 1/100 آمپر هست و L C هم برابر با 0.2 متر هست. خب این عبارت رو ساده بکنیم، معادل 50 به دست می آید. H برابر هست با 50 آمپر دور بر متر هست. خب در نتیجه میو برابر هست با B تقسیم بر H. خب B برابر هست با نیم و H هم برابر با 50 به دست آوردیم. خب نیم تقسیم بر 50 هم معادل 10 به توان منهای 2 هست و واحد اون هم وبر بر آمپر دور در متر هست. خب حالا به ضریب نفوذ سیم پیچ با هسته فرومغناطیس میپردازیم. اگر بیایم مطابق این شکل یک منبع ولتاژ دی